افسوسیان فصل پنجم. چنان که شایسته فرزندان عزیز خداست، بکوشید که مانند او باشید. از روی محبت زندگی کنید و از محبت که عیسی مسیح با قربانی خیش در راه ما نشان داد پیروی کنید. او جان خود را مانند هدیه خوشبو تقدیم خدا نمود و چنان که شایسته مقدسین خداست، در میان شما چیزی درباره زنا و بی‌عفتی‌های دیگر و تمکاری بر زبان نیاید. پسندیده نیست که سخنان رکیک و یا حرف‌های بی‌معنا یا زشت به کار ببرید، بلکه در عوض باید خدا را شکر کنید. خاطر جمع باشید که تمام اشخاص زناکار و بی‌عفت کننده یا تمکار، زیرا تمکاری یک نوع بت پرستی است، هرگز در پادشاهی مسیح و خدا حصه نخواهند داشت. اجازه ندهید کسی با دلایل بی‌معنای خود شما را فریب دهد، زیرا به علت این چیزهاست که غضب خدا بر مردمی که تابع او نیستند نازل می شود. پس با چنین اشخاص کاری نداشته باشید. شما زمانی در تاریکی بودید، اما اکنون در خداوند در نور هستید. پس مانند فرزندان نور زندگی کنید، زیرا هر کجا نور باشد همه نوع خوبی و نیکی و حقیقت نیز به وجود می آید. بکوشید تا آنچه خداوند را خوشنود می سازد دریابید. در انجام کارهای بیفایده ظلمت شریک نباشید، بلکه ماهیت آنها را در برابر نور آشکار سازید. حتی ذکر کارهایی که آنها در پنهانی انجام می دهند مایه رسوایی است. اما هرگاه چیزی در پیش نور قرار گیرد کاملا روشن می شود و هرچی کاملا روشن شود مانند نور آشکار است. به آن سبب است که می گویند ای که در خوابی بیدار شو، از میان مردگان برخیز و مسیح بر تو خواهد درخشید. پس شما باید دقت کنید که چگونه زندگی می کنید. مثل اشخاص دانا زندگی کنید، نه مانند نادانان. از هر فرصتی که برای شما روی می آورد به بهترین نحو استفاده کنید، زیرا این ایام ایام بدی است. پس نادان نباشید، بلکه بکوشید تا بفهمید که اراده خداوند چیست. مست شراب نشوید، زیرا شراب شما را به سوی کارهای زشت می کشاند، بلکه از روح القدس که روح پاک خداست پر شوید. با استفاده از زبور و ستایش و سرودهای روحانی با یک دیگر گفتگو کنید و با تمام دل برای خداوند بسرایید و آهنگ بسازید. به نام خداوند ما عیسی مسیح هر روز برای همه چیز سپاسگزار خدای پدر باشید. به خاطر احترامی که به مسیح دارید تابع یک دیگر باشید. ای زنها، طوری از شوهران خود اطاعت کنید که از خداوند اطاعت می کنید. زیرا همان طوری که مسیح سر کلیسا یعنی بدن خود می باشد و شخصاً نجات دهنده آن است، شوهر نیز سر خانم خود می باشد. و چنان که کلیسا تابع مسیح است، زنان نیز در هر مورد باید از شوهران خود اطاعت کنند. ای شوهران، چنان که مسیح کلیسا را دوست داشت و جان خود را برای آن داد، شما نیز زنان خود را دوست بدارید. مسیح چنین کرد تا کلیسا را با آب و کلام شسته و آن را پاک و مقدس گرداند و کلیسا را با تمام زیباییش پاک و بدون عیب و لکه و چین خوردگی یا هر نقص دیگری به خود تقدیم نماید. مردان باید همان طوری که بدن خود را دوست دارند، زنان خود را دوست داشته باشند. زیرا مردی که زن خود را دوست می‌دارد خود را دوست دارد،
هیچ کس هرگز از بدن خود نفرت نداشته است، بلکه به آن غذا می دهد و از آن توجه می کند. یعنی همان کاری که مسیح برای کلیسا می کند، زیرا ما اعضای بدن او هستیم. به این جهت کلام خدا می فرماید: مرد پدر و مادر خود را ترک می کند و به زن خود می پیوندد و آن دو یک تن خواهند شد. یک حقیقت بزرگ در این امر نهفته شده است و به نظر من به مسیح و به کلیسای او اشاره می کند. به هر حال هر شوهری باید زن خود را مانند خود دوست بدارد و هر زنی نیز باید شوهر خود را محترم بشمارد.